من از حدود سال 86 با آموزش‌هایشون آشنا شدم. از 88 رسما در کلاس‌های بسیار فوق‌العاده استاد شرکت کردم و خوشحالم که بگم در زندگی شخصی و حرفه‌ای من ایشون نقش بسیار پررنگی داشتن. و از سال 88 من شاید حدود 5 تا 5.5 سال به صورت حضوری در کلاس‌هایشون بودم و از اون به بعد که مهاجرت داشتم دیگه استاد به صورت مجازی همچنان تعلیماتشون رو ارسال میکردن و ما هم در محضر ایشون تلمذ میکردیم. خب با این مقدمه من فکر میکنم که بریم و ببینیم که اگه سرکار خانم دکتر تشریف دارن ریکوستشون رو بگیریم. خب اگر اجازه بدین ما با تشریف فرمایی ایشون کامنت ها رو هم ببندیم که بیشتر از محضرشون استفاده کنیم. سلام استاد. سلام، حال شما؟ خیلی ممنون از این که دعوت ما رو امشب پذیرفتین و وقت بسیار با ارزشمندتون. برای اونایی که شما رو میشناسن میدونن که چقدر شما مشغله دارید، چقدر فعالیت بالا و فکر میکنم تا همین الان هم فرمودید که مشغول مشاوره و تدریس و غیره بودید که به هر حال افتخاریه برای ما که این ساعت شما مسئولید دارین توی این زمان مسئولانه عمل میکنین و من تبریک میگم بهتون. خیلی متشکرم. انشالله که ما هم بتونیم مفید باشیم برسرت. حتما. من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و عزیزانی که الان با ما هستن، چه در امریکا، چه در ایران و هر جای دیگه، از دوستانی که دنبال میکنن مباحث روانشناسی رو و دوست دارن روی سلامت روانی و رفتاریشون کار کنن و امروز رو یک فرصت غنیمت دونستم با خانم دکتر فهیمی که دارن خیلی کمک میکنن و امیدوارم، من از صفحشون استفاده کردم و امیدوارم که دوستانم استفاده کنن، یاد بگیرن و اگه سوال تخصصی دارن بپرسن، چون ایشون دارن بیدریق اطلاعات بسیار خوب و به روزی رو انتقال میدن. خیلی ممنونم. من یه معرفی خودم میکنم، بعد فکر میکنم شما سوالاتی رو مطرح، یعنی خواستین که بچه ها سوالاتی رو مطرح کنن، اونا رو با هم. من دکترای روانشناسی تربیتی دارم، چیزی که فکر میکنم این زمان بیش از هر زمانی شاید لازم باشه روش تمرکز بشه، به دلیل اینکه الان دیگه بچه های ما برای کسب دانش صرفاً مدرسه نمیرن. میرن که برای زندگی واقعی آماده بشن. میرن که یاد بگیرن مهارت های ارتباطی چیه و انسانیت چیه و همدلی چیه، ارتباطات رو چجوری باید مدیریت کرد. نه برای اینکه فقط به خواسته خودشون برسن، برای اینکه بتونن یه جامعه سالمتری رو بسازن. دیگه فهمیدیم که تخصص به تنهایی برای سلامت جامعه کافی نیست. ما نیاز داریم که افرادی سالم داشته باشیم، افراد خلاق داشته باشیم، افرادی که بتونن به غیر از خودشون و منافع خودشون به دیگران هم فکر کنن. و امیدوارم بتونیم در این راه با کمک هم قدم‌های خوبی رو برداریم. خانم دکتر، واقعیتش اینه که تو این من از سال 2015 یواش یواش کار مجازیمو شروع کردم، چون کسی که به هر حال سالها استاد دانشگاه بوده خیلی سخته که بتونه از آموزش دور باشه و همچنان دوست داره اون ارتباطش رو با دانشجوها و دستیارهای قبلیش و حالا جدید داشته باشه و خوشبختانه این اتفاق برای من افتاد. ولی همیشه تو این فاصله، حالا من چه اون موقعی که تو دانشگاه بودم هنوز تدریس بخش روانشناسی که شامل ارتباط با بیمار و ارتباط با پزشک و سایر مشکلاتی که ممکنه تو محل کار باشه رو تدریس میکردم، همرم واقعا مدیون شما هستم که به من این حس رو داد که برم دنبالش، مطالعه کنم و بتونم تو حوزه کاری خودم هم از فرمایشات شما استفاده کنم. ولی همیشه این گپ رو میدیدم که توی آموزش ها وجود داره و الان که این بحران کرونا رو ما داریم بیشتر این گپ احساس میشه. افراد
اطلاعات دارویی رو میگیرن، ولی در کنارش یه جور ریاشورنس میخوان، آرامش میخوان، از یه فردی میخوان کمکشون کنه که خب حالا ما اینو فهمیدیم ولی چیکار کنیم که این استرسامون به حداقل برسه، متوجه شدیم که چه جوری ضد عفونی کنیم، اما چیکار کنیم وقتی بقیه این کارو نمیکنن و استرس ما بالاتر میره؟ یعنی آگاهی ما یه جایی داره باعث استرس بیشترمون هم میشه. من سوالات دوستان رو توی سه دسته طبقه بندی کردم چون تعداد سوالات واقعا زیاد بود. من اصلا انتظار نداشتم که این همه سوال در این زمینه بشه از پیجی که تخصصی دارودرمانی هستش و این نشون میده که واقعا نیاز بود به این لایف. حالا ما این لایف رو هم سیف خواهیم کرد تا کسانی که نتونستن، احتمالا زمان بعد افطار هست، برای خیلی ها ممکنه مشکل باشه حضورشون و بعدا این رو بتونن حتما دنبال کنن. سوال تو سه دسته اصلی بود که با اجازهتون من برای هر کدومش، حالا بر اساس اینکه میخوایم خیلی هم لایومون طولانی نشه و سقفش رو برای فکر میکنم 40-45 دقیقه دیگه حد اکثر بذاریم، سه دسته اصلی بود که یکی از اینها که به نظر من مبحث بسیار بسیار مهمیه و نگرانی اصلی خود من با اخباری که میشنوم این هستش که الان که دوران قرنطینه طولانی شده، الان که مشکلات اقتصادی بالا رفته و الان که به هر حال اضطراب های مختلف مرگ عزیزان رو ما داریم یا اینکه برای خودمون اتفاقی بیفته، خشونت های خانگی هم آمارش طبق اون چیزی که توی اخبار ما میشنویم، چه اخبار داخل چه خارج، ممکن هستش که بالا رفته باشه. کما اینکه یکی از فالوورها اصلا اعلام کرده بود که من این مشکل رو دارم و چند نفر دیگه نگرانی ابراز کرده بودن. اینو من میخواستم شما یکم باز بکنید، ولی اگر اجازه بدین قبل از اینکه وارد بحث بشیم، چون من میخواستم بگم که این درسایی که شما به من دادین، این ور دنیا هم همش با من هست، اینا محصول در واقع سالهایی هستش که من خدمت شما بودم. یکی جامون اومدیم پیش من کلاس، چه سال شروع من کردی؟ من از 88 از زمانی که دخترم به دنیا اومد دیگه خدمتتون رسیدم. در یعنی قبلش هم میگم با آموزشاتون آشنا بودم، ولی خب بعد دیگه نوت برداری و حضور فیزیکی. و توی این نوت هایی که مرور می کردم دیشب، چند تا جمله خیلی زیبا رو انتخاب کردم با اجازتون که می خونم چند تاشو. بیماری زنگ خطر است و محبتی برای اصلاح سبک غلط. اینایی که می خونم اونهایی هست که باهاش ارتباط گرفتم و حرف و کلیشه نیست، برای من نیست، یعنی برای من اوناییه که توی زندگیم استفاده کردم. و برای اینکه اینو بدونید که واقعیت، یکی از دانشجوهای من حتی کتابی از حرفای اساتید منتشر کرد، یکی از کتابچه‌ای منتشر کرد بعد فارغ التحصیلی، از من وقتی میخواستن حرف بزنن همین میگفتن که دکتر فهیمی میگه یه جوری راجع به بیماری حرف میزنه آدم حواس میکنه که مریض شه، انقدر خوب میگه راجع به شه محبت ایده. هیچ اتفاق بدی مطلق بد نیست. عمیق‌ترین رنج‌ها و ناامیدی‌های زندگی ما را با عمیق‌ترین درس‌ها رو در رو قرار میدهد. رنج کشیدن غالبا ما را از سبک یک زندگی ناخودآگاه و موقت بیرون میاره، باورهای ما رو تغییر میده و ما رو وامی داره به اینکه روابطمون رو با دیگران و حتی خداوند به شکل دیگه ای تنظیم کنیم. ما کم طاقت هستیم، اینو همیشه شما میگفتین، عجولیم، میخوایم با یه دستور برسیم به خط آخر، همه چیمون خوب شه، استرسمون برطرف شه، استرسمون برطرف شه، ولی خب واقعیت اینه که به هر حال اینا ظاهربینی، این که فقط ما به ظاهر رویداد توجه کنیم و سریع بخوایم به خطا برسیم نمیشه. مثل داستان خضر که همیشه شما اشاره میکردین که ظاهر رو فرد میدید و فکر میکرد که چقدر درد توی اون داستان هست و بله بله اتوان دیشب ما تو خونه کارتون دیو دلبر رو قرار شد ببینیم که من چون لایف داشتم میخواستم درسامو بخونم، قرار شد امشب ببینیم. به هر حال میگم من آماده کردم یه نوتایی رو، ولی دوست دارم بیشتر در مسیر شما بشنوم و سعی میکنم که با اینکه آدم پر حرفی هستم سعی میکنم بیشتر سکوت کنم که یاد بگیرم. در خدمتتون هستم با سوالی که مطرح کردم که بیشتر در باب خشونت‌های خانگی که محتمل هست در این روزها و اینکه چجوری افراد میتونن کاهشش بدن. درسته. خب اتفاقا نکته خیلی مهمی رو گفتی. ببین مشکل اصلی آدما متعدده، منتها شرایط یه جوریه که اجازه نمیده اون مشکلات بیرون بیاد. الان ما مجبوریم در خونه بمونیم،
الان که کنار هم هستیم استکاک بیشتر پیش میاد، سوال کردن، جواب شنیدن، مداخله کردن تو کار هم، چی کار میکنی، چی رو برداشتی، تلویزیون چرا روشنه، چرا نمیخوابی، همه تو کار هم کار داریم ولی تمرین نکردیم. تمرین نکردیم که مرزهایی رو برای همدیگه قرار بدیم، احترام بذاریم، در پاسخ به هیجان فرد مقابل کمی تأمل کنیم، کمی مکس کنیم، کمی فکر کنیم. عجله نداشته باشیم، اون که نمیره جایی، قطعا خونه هست. یه خورده فکر کنیم و بی شتاب خودمون رو جای او بذاریم و اگه قرار چیزی بگیم در جایگاه شنونده اول به خودمون بگیم. من فکر میکنم ما تمرین ارتباطی کم داریم. ما برای موفقیت، برای کسب مدرک تحصیلی، پیدا کردن یه شغل خوب، کسب درآمد زیاد خیلی تلاش کردیم. دانشگاه رفتیم، کتاب خوندیم، تخصص گرفتیم، متخصص شدیم و الان شغل داریم، جایگاه اجتماعی داریم، پول در میاریم. ولی وقتی پول رو میاریم خونه، با آدم های درجه یک زندگیمون بلد نیستیم چجوری خوش بگذرونیم. اکثر آدم ها، البته نه همه، طیف وسیع از آدم ها بلد نیست. این آدم های مهم زندگی تو هم. پدرت، مادرت، خواهرت، برادرت، همسرت، فرزندت مهمترین ها هستن. و حالا در این شرایط که ممکنه هر روز به یه دلیلی که نمیدونی برای هر کدوم از این آدم های مهمه تو اتفاقی بیفته، که خدا اینم جای بحث داره ها، چون هیچ رویدادی از نظر من اتفاقی نیست، انتخاب های ماست. یعنی ما نیاز داریم که باش روبرو میشیم. و بعد تو همچین اون فرد رو بدیهی و ماندگار تلقی میکنی که به راحتی هر جور که دلت میخواد برخورد میکنی. خب چرا؟ یعنی شاید لازم گاهی به خودمون یادآوری کنیم اگه فردا این آدم نباشه، امروز حاضرم از چه کاری دست بکشم تا به او بیشتر توجه کنم، محبت کنم. و اگر حرف نابجایی میزنه صبر کنم، با زبان بدنم هم صبر کنم، نه فقط زبان کلامم، واقعا با بدنم شنونده باشم، طوری که او به من بگه هان چی شد بگو، جواب بده، بگم دارم به حرفات فکر میکنم، نظرم مکس ستن قوقا میکنه، مکس و صبر کردن قوقا میکنه. ببین مکس قدرت میخواد، ما اون قدرت رو نداریم، چون ما زمانی که اوضاع خوبه رو خودمون کار نمی کنیم. ما برای به دست آوردن بیشتر کار میکنیم و این به دست آوردن ما رو مغرور میکنه. یه باورم در ما ایجاد میکنه، من خیلی میدونم که این همه دارم، خیلی کارم درسته که این همه دارم و خیلی باید مورد تایید و احترام قرار بگیرم چون این همه دارم. و این یه تله بزرگه، تله موفقیت، که میگه هرچی بیشتر داری اگه رو درونت کار نکنی میبینی اون چیزای اساسی رو نداری. یکیش خوشحالیه، خوشحال نخواهی بود. میبینی همه چی داری ولی خوشحال نیستی، کلافه ای، چون یادت رفته اولویت ها چی بود. یه روز قرار بود که با آدم های مهم زنده، آدم های درجه یکی، ببین از نظر من همه مهمن ولی اینا به تو نزدیکترن. و اگه بتونی اول با خودت دوست باشی، با خودت ارتباط داشته باشی، با خودت خلوت کنی. ببین تو دفترهای شخصی خودتو که مربوط به کلاسای ارتباط با خودت بود و بردی آمریکا. یعنی چی؟ یعنی تو مهمی برای خودت که گهگداری بری تو خلوتت ببینی اونجایی که تغذیت کرده و یه روزی تکونت داده، دنیاتو تکون داده، چه پیامهایی داده، دوباره بری سراغشون. یعنی تو به خودت میگفتی من ارزشمندم. اگه حال من خوب باشه حال بچه هم خوبه، اگه حال من خوب باشه رابطه با همسرم خوبه. و من یادم که ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، شما همیشه میفرمودین که توی یه خونه اگه مادر اون سلامت روانیش رو حفظ کنه خیلی عمیق‌تر تاثیرگذار هست تو روابط خونه تا پدر خونه بوده. برای من این شرکت حتی مادرها تو این جور کلاس‌ها بیشتر میتونه موثر باشه. چون سوال این هست که شاید مثلا اون فردی که خودش باعث اون خشونت خانگی میشه خیلی هم تمایلی به دنبال کردن مباحث به هر حال روانشناسی و شناخت درمانی نداشته باشه، ولی
فرزند یه کسی که الان مورد اون خشونت هست، خودش هم میتونه با تغییر، بدون اینکه تغییر بده طرف مقابلش رو، این فضا رو تغییر بده. دقیقا. ببین من میگم که اصلا این که کی شروع میکنه یک بحث و حالا بریم مستقیم سر خشونت، این مهم نیست، یعنی دنبال مقصر نباشیم، تقصیر کی بود چون او شروع کرد، نه، مهم اینه که تو چه پاسخی دادی به شروع او، تو چه عکس العملی دادی، آیا تو تونستی که واقعا صبر کنی و جواب بالغانه بدی بدون دفاع از خودت و بدون حمله به او، نه کودک آزرده بشی که دفاع کنی، نه والد کنترلگر بشی که حمله کنی به او بگی خودتو چی؟ یعنی ببین اعلام جنگ نکنی، چون این به زیان هر دو طرف تموم میشه. شاید غیر منطقی از تو چیزی رو میخواد. من میگم یه جایی فکر کن، اون آدم با اون درجه آزادی که قبلا داشته، بیرون میرفته، سر کار میرفته، نیازهای متعدد وجودیش رو در موقعیت‌های مختلف پاسخ میگرفته، حالا مجبوره تو خونه بمونه، و تو که این ور قضیه هستی تو هم مجبوری خونه بمونی به نسبت گذشته. ولی ببین که تو چقدر، هر کسی که داره این لایو رو گوش میده، من به جنسیت کاری ندارم، من به این کار دارم، کسی که داره رو خودش کار میکنه، وقت میذاره برای شنیدن یه مفاهیم روانشناسی یا پاسخ به یه سری سوالات ارتباطی، این فرد احساس مسئولیت داره در قبال زندگیش که داره گوش میکنه، نه اینکه صرفا یه خانوم. نه، خیلی از خانوما ممکنه خیلی کودکانه بگن من چرا جلو برم، یکی دیگه مسئول بشه، یعنی از پشت رول و فرمون اتومبیل زندگی میان این بر میگن یکی دیگه بشینه. من میگم اون کسی باید بشینه پشت رول هدایت کنه این زندگی رو که صلاحیتش رو داره. صلاحیت داشتن یه سری ویژگی میخواد، این ویژگی ها رو باید یاد گرفت اصولش رو، بعد تمرین کرد و عجله نکرد. اگه عجله کنی تو دست اندازا بیفتی داغون میکنی همه چیز، خیلی آروم بدون عجله. یه سری نکات رو باید رعایت کنی و اون اینه، وقتی فرد مقابل من هیجانیه به هر دلیلی، اصلا بیماره، دارو درمانی داره میکنه، ورشکسته شده، هر مشکلی داره، این میتونه، این فرد پرخاشگر میتونه پسر شما در خونه باشه، میتونه دختر من در خونه، میتونه همسرمون باشه، فرقی نمیکنه. وقتی یک نفر از اعضای خانواده اعصابش خورده، عصبانیه، پریشونه و داره واکنش میده، شما باید صبر کنی و هیچ عجله برای دادن پاسخ به او نداشته باشی. اولا او گیرنده خوبی نیست، پس حرف نزن، چون او فرستنده است. سعی کن درکش کنی و بهش پیشنهاد نده آروم آروم ساکت، خیلی خوب بیا این آبو بخور آروم شی، نه، چون اینا یعنی این که تو داری بدرفتاری میکنی، ادامه نده. در صورتی که منی که دارم او رو میشنوم باید برم جلوتر و دست از هر کاری بردارم، تمام وجودم بشه توجه و درک او، بدون اینکه به او بگم درکت کردم، چون واقعیت اینه من درکت بدن. کردم با زبان بدن، یعنی دارم سعی میکنم درکت کنم و اون فرد میبینه من سعی در خاموش کردنش ندارم، نمیخوام هیجاناتش رو ندیده بگیرم، نمیخوام نصیحتش کنم، نمیخوام بهش بگم حال منم بده، چرا داد میزنی، منم بلدم داد بزنم، هیچ کدوم اینا رو نمیبینه و میبینه فرد مقابل داره با احترام و اقتدار که من تاکید دارم این احترام باید حتما درونی و بیرونی باشه، نه یه نقاب دروغین که فرد در درون ناسزا بگه ولی در بیرون بگه حالا بله درسته، این نه، این اثر نمیذاره. واقعا سعی کنم احترام بذارم، یعنی در درون ناسزا نگم، یعنی در درون بگم چقدر حالش بده، چقدر من باید خیشتنداری کنم، و اصلا من باید بشناسم آدم های زندگیمو که هر کدوم آستانه تحملشون چقدره و چه محرک هایی میتونه اونا رو برانگیخته کنه و در اون شرایط لازمه من به عنوان فرد قدرتمند این خیشتنداری رو داشته باشم و بشینم که او خود ابرازی کنه، خود افشایی کنه، بدون نصیحت، بدون توصیه. این یکی از قدم هاست، یعنی یکی از مهمترین قدم ها. همه راه کار میخوان کاری بکنن، ما میگیم یه کاری میخوای بکنی هیچ کاری نکن، در اون شرایط هیچ کاری نکن. بله، و واقعا این که من میخوام توی یه جمله فهم شما رو خلاصه کنم، این که اقتدار در خیشتنداریه نه در حمله، یعنی اون چه که ما
شاید تو ذهنمون جور دیگه ای باورمون شده باید تغییر کنه. اقتدار واقعا در این نیست کسی که حمله میکنه میگه من همیشه اصلا نمیخورم از کسی، من همیشه بلدم چجوری جواب بدم، اتفاقا اون نشونه ضعف هستش و این نفر در چون دراز آسیب دیده مدت موفق خواهد نیست. بله اون کسی مقتدره که میتونه در این شرایط رفتاری داشته باشه متناسب با یه فرد با شخصیت و با درک بالا، و اینکه خودش رو بتونه به جای اون فرد هم بذاره که چرا دچار این هیجان شده، و اون موقع میتونه اون احترام رو هم داشته باشه. خیلی ممنون، خیلی ممنون استاد، مثل همیشه پربار. بذار من من یه نکته دیگر هم اینجا اضافه کنم، حتما و اون اینه که ببین اگر ما امشب داریم این موضوعات رو میگیم، معنیش این نیست که کسی که این حرفا رو میشنوه با شنیدن این حرفا فردا قادر باشه این کار رو انجام بده. تازه داره متوجه میشه باید اینطوری بشه. مثل کسی که میره پیش یه پزشک و دردش رو میگه، پزشک میگه شما باید این دارو اینو 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 بخوری، اینا رو نخوری، این پریزا رو بکنی، تازه متوجه شده باید چیکار کنه. بله ولی معنیش نیست از فردا حالش خوبه ها، تازه شروع میشه درمان. یعنی این فردی که میبینه در زندگیش مشکل داره، من اعتقاد دارم دعواها و پرخاشگری های خانوادگی، خشم و خشونت، هیچگاه یک فرد درش 100% نیست. اگه بگیم 80%، این ور 20% رو داره. یعنی این ور ممکنه یه دونه جمله بگه، میدونی چی میگم، یه دونه جمله مثل یه لیوان بنزین ریخته میشه رو آتیش خشم فرد مقابل. و این به خاطر اینه که میگه اگه من هیچی نگم دلم خیلی میسوزه، باید یه چیزی بگم دلم خنک شه، یعنی یه چیزی بگم که اونو ناراحت کنم. ولی تو اونو ناراحت نمیکنی، تو یک رابطه رو آسیب میزنی. و اگه میخوای این توانو داشته باشی باید یاد بگیری و باید تمرین کنی، مهارت های ارتباطی رو باید آموزش دی. ما میذاریم زمانی که کشتیمون داره غرق میشه، تازه اون موقع دنبال یه مربی میگردیم مهارت شنا رو به ما یاد بده. اون موقع خیلی سخته، اون موقع تو باید از اون چیزی که قبلا آموختی استفاده کنی. چون دیگه و من وسط میگم اقیانوس دیگه. آره الانم بازم اگه کسی بخواد رو خودش کار کنه میتونه علاقه من باشه، که واقعا بگه تغییر از من شروع میشه، منی که دلم خواد زندگیمو مدیریت کنه. خیلی ممنون خانم. یه چیزی من همین الان یادم افتاد، شما همیشه میگفتین تو برخورد با هیجانات افراد میتونید شما یه روشی رو به کار ببرید که اون انتظار نداره، و چون انتظار نداره یه جور خلع سلاح کردن هم میشه. من فکر میکنم تو این موضوعاتم کاربرد داره. من چند جا اینو امتحان کردم، مثلا یه فردی از من یه شخصیتی دیده و یه برخوردی رو انتظار داره، ولی من همون موقع دارم فکر میکنم خب یه کاری بکنم که تا حالا نکردم، و واقعا جواب داده، چون اصلا بعدش طرف یه مونده که این چرا اینجوری جواب داد، من انتظار دیگه ای داشتم. سوال البته معمولا وقتی میخوای یه پاسخ خلاقانه بدی همیشه باید به خودت بگی احتمالا اثر این رفتار من روی او سردار. چه خواهد بود، چه بله. پیامدهای بله. خواهد داشت. بله. یه احتمالاتی رو در نظر بگیری، این چه اثری میذاره و او چه واکنش درونی و بیرونی احتمالا خواهد داشت. با این محاسبه اوکی خلاقیت خوب، و اون که احترام درونی واقعی باشه، فیک نباشه در واقع. یعنی وقتی شما یه کاری رو به صورت واقعی انجام نمیدین همه میفهمن، آدم خودشه که فکر میکنه نفهمید من که گفتم که من اینطوری، ولی واقعیت اینه که اون گفتم اینطوری میدونن که چقدر واقعی بوده و چقدر شما یه قلقشی هم توش داشتید. اون واقعیتش میاد فانک، اون واقعیه اینجوریه که من باورهای درستی داشته باشم و خود باوری داشته باشم، احترام و ارزش برای خودم قائل باشم. بنابراین وقتی فرد مقابلم عصبی برخورد میکنه به خودم نمیگیرم، تحلیلم اینه اون الان از چی انقدر ناراحته. معنیش این نیست که به من داره بی احترامی میکنه، چون من میدونم ارزشمندم. حتی اگه مستقیم در جلوی جمع به من یه توهینی بکنه، منی که رو عزت نفسم کار کردم واقعا خجالت نمیکشم، آسیب نمیدم، فقط از این ناراحت میشم که او داره خودش رو افشا میکنه، او داره میزان آزردگیش رو به همه اعلام میکنه. و اینجاست که من فکر میکنم مرکز اصلی کار خودمونیم، چون خیلی ها میرن پیش مشاور میگن به من روش بده من همسرم رو عوض کنم، خیلی آدم بددهنیه. من میگم این بی دلیل تو زندگی تو نیست، به یه دلیلی تو انتخابش کردی، باید یه چیزایی رو در خودت تغییر بدی. میگه آخه چه چیزایی، ما تو خانوادهمون به هم تو هم نمیگفتیم، یه همچین آدم بددهنی چرا باید بشه
همسر من و خودش رو اصلا یه جور دیگه نشون بده. من میگم شاید زیاد آدمای بد دهن و این مدلی رو من قضاوت میکردی، قضاوت میکردی، سرزنش و میگفتی من یک روزم با همچین آدمی نمیتونم زندگی کنم. و حالا عالم به تو نشون داده که تو نه تنها میتونی، اصرارم داری که با باید این باشی آدم با مسئله تو حل کنی، حل میکنی. یه سوال از کادر درمان مطرح شده که اینقدر بار فکری و روانی و عاطفیشون بالاست با توجه به اینکه بیمار میاد باش ارتباط میگیرن و بعد از دست میدن خیلی وقت اون بیمار رو، یا اونجور که دوست دارن نمیتونن نتیجه بگیرن و یا خیلی ها رو نمیتونن پذیرش کنن با توجه به لود بالای کارشون. یکی از فالوورای عزیز که اولین سوالی بود که برای من ارسال شد وقتی که پست رو گذاشتم این بود که انگار یه پتک خورده تو سرم و من جزء کادر درمان هستم و اصلا آشفتم. یکی این هست در حالا شما به هر ترتیبی که خواستین دو تا سوال بعدی رو جواب بدین، و سوال بعدی که شاید مثلا 80% سوالات تو این خلاصه میشد این هستش که ما خودمون رعایت میکنیم مسائل حالا ضد عفونی و دور بودن اجتماعی، ولی مثلا یه دفعه خانواده همسرمون میان منزل برای دیدنمون رعایت نمیکنن، خود بچه هامون میرن بیرون میان رعایت نمیکنن، و این انقدر استراب و استرس بالایی برای خانواده ایجاد کرده که، و جالبه که تعداد خیلی خیلی از دوستان این رو مطرح کردن. من میخوام اینو با توجه به وقتی که داریم هر جوری که ترتیبش رو صلاح میدونید برای دو تا سوال بعدیمون وقت بذارید. والا هر کدومشون نیاز به بحث مفصل داره. میدونم. سوال اولتون رو جواب بدم که کادر پزشکی خسته و فرسوده از مسئولیت سنگین و انتظارات اجتماعی و بیمارانی که هستن، هم دغدغه دارن کارشون رو به بهترین نحو انجام بدن، هم خب خستن، نیاز به استراحت دارن و این آدمه باید به خودش بیش از هر کس برسه. قطعاً اگر میخواد در محیط کارش اثر بخش باشه، باید رسیدگی جدی و بیش از اندازه، بیش از قبل نسبت به این آدم داشته باشه، چه از مصرف ویتامین و غذاهای خوب، تازه، آب میوه، دیگه این چیزها رو خودتون میدونید و همیشه گفتین، ولی چه از نظر استراحتهای خوب. یعنی این افراد باید مدیتیشن رو جدی بگیرن، باید آرامسازی، ریلکسیشن رو جدی بگیرن. ما میگیم 10 دقیقه مدیتیشن به معنی واقعی، یعنی سکوت واقعی ذهنی، فکر متوقف بشه، خاموش در حالت نشسته، برابری میکنه با چندین ساعت خواب شب. یعنی انگار واقعا خوابیده، از خواب بیدار شده. انقدر بدن و سیستم عصبی میتونه خودش رو تازه کنه و سالمتر کار، قویتر کار کنه، کارایش میره بالا. در عین اینکه تغذیه خوبه، استراحت درسته، اینا باید فضاهای فان داشته باشن، تفریح، خنده، چون محیط محیط جدیه. بیمار، دستوراتی که داده میشه، کادر پرستاری، کادر پزشکی، همه دارن جدی جدی کار میکنن، حتما باید تو محیط خنده باشه، شوخی باشه، سر به سر گذاشتن. حالا شاید خیلی ها فکر کنن این برنامه رقص و پایکوبی اینا همه فلسفه پشتشه، بله. چون اون محیط به شدت فرسوده میکنه کادر رو. اگر نباشه اختلال پیدا میکنن، اختلالات روانی، یعنی دچار استرابهای شدید میشن، دچار وسواس میشن، یا ممکن اصلا به افسردگی شدید برسن، چون روان یه ظرفیتی داره دیگه. حتما بله. باید تو محیطی که دارن کار میکنن، تو اون شیفتای کاری، موزیک و خنده و شوخی و جوک و اینجور چیزا باید باشه. یعنی اگر اینو بگیریم افت شدید خواهیم داشت از لحاظ کارایی. مضاف بر این که همچین افرادی که دارن اینجور کار میکنن، وقتی میان خونه باید بهشون یه آزادی عمل جدی داده بشه، یعنی توقع و درخواست خانواده ازشون به حد اقل ممکن برسه، من بهشون میترسم فضا از داده بشه. فردا بگن که شما تو محل کار رقصیدی و خندیدی واسه ما اخبار بود. حالا شما هم نرقصیدی، اجازه بده، یعنی توصیه کن که اونای دیگه ای که میتونن. ببین بحث این نیست که من با شما حرکات موزون، موافقم، فقط خواستم بحث یه فضای شاده. میدونی فضای شاد کمه، انقدر ما درگیر میشیم با کار، کار جدی میشه که ما یادمون میره اصلا قرار بوده کار کنیم که خوشحالتر باشیم، بله. که زندگیمون قشنگتر باشه. انقدر کار جدی شد خوشحالی رو فراموش کردیم، گذاشتیم بعد بازنشستگی. نمیدونم واقعا فرصت میشه به اونجا برسیم، اصلا اون موقع رمقش رو داریم
کسی که یک عمر عبوس زندگی کرده حالا دیگه تو بازنشستگی میتونه بگه، بخنده، برقصه، بره چه میدونم تفریحات آنچنانی. این چند تا توصیه بود برای کادر پزشکی و اینکه استفاده کنن از، خب قطعا دوش آب گرم استفاده میکنن، از پاشویه های آب نمک با نمک دریا که برای چند دقیقه بشینن و پاشون رو داخل این آب نمک، حالا یا آب سرد باشه، دمای سردی که یه شوک ایجاد، یا یه مقدار گرمتر از حد نرمال که اون گرما جریان خون رو بهتر کنه و اون نمک خودش خیلی خیلی خستگی رو در میکنه، حرکات کششی که اسپاسم و انقباضات بدن تخلیه بشه. این گروهی که دارن اینجور الان زحمت میکشن باید ذهن و بدنشون رو حسابی برسن، حسابی برسن. یعنی اگر آقای داره همچین مسئولیتی وقتی میاد خونه، دیگه نباید خانمش بهش بگه بچه درسش یا امروز این منو خسته کرد، اون منو اذیت کرد. اینا باید همه، فقط باید خبرهای خوب، یه محیط شاد، یه محیط دلچسب بسازیم، بسازیم، منتظر نشیم بسازن، کسی نیست، خودمون. این نکته. خب بریم سوال بعدی. سوال بعدی هم که عرض کردم بیشتر در رابطه با استرس های اینکه رعایت بکنن تمیز تصیفی و نمیدونم بقیه این کارو نمیکنن، مهمونا میان بدون اینکه دعوتی شده باشه. قبول کن خانم دکتر عزیز، چند تا سوال تو یه دونه گذاشتن و 6 دقیقه جواب دادن خیلی سخته. من سریع بگم. شما هر قسمتشه که میفرمایید ما استفاده می‌کنیم. اولا که این برمیگرده به این که ما، اگر من به عنوان همسر یا به عنوان مادر در یک ساختار، در یک سیستم که اسمش از خانواده هستم و حرفم و خواستم در این روزها برشی نداره، شنیده نمیشه، احترام بهش گذاشته نمیشه، باز باید برگردم به خودم، برگردم به خودم. من توی ارتباطاتم چگونه به دبستان کردم که امروز با یه همچین مسئله جدی قادر به متقاعدسازی افراد درجه 1 و 2 و 3 زندگی نیستم. یک فرد درجه 1 زندگی همسره، اولین فرد، همسری که باید با هم انقدر گفتگو داشته باشیم به توافق برسیم خطر جدیه و باید یه جای مراقبت رو جدی بگیریم و بعد این پدر و مادر بتونن به فرزندان خونه متقاعد کنن که یه چیزی باید رعایت بشه. شوخی هم نداریم، یعنی این بچه اگه 20 سالش هم هست داره تو خونه من زندگی میکنه، میاد تو این خونه و میره، از امکانات این خونه استفاده میکنه، باید قوانین رو رعایت کنه. البته از نظر من باید نیست، توجیه شدن لازمه، یعنی وقت باید گذاشته بشه به این فرد که دوست داره تفریح کنه، دوست داره بره اجتماع، واقعیت ها گفته بشه و او ظرفیت شنیدن داشته باشه تا رعایت کنه. به نظر من یه جایی اگر نمیخواد رعایت کنه باید یه قرنطینه جدا براش تهیه دید در یه فضای جدا که بگیم واقعا اگه فکر میکنی نمیتونی قواعد رو رعایت کنی تو این تاریخ، اینجا نیا، خونه نیا، با همون دوستات با همونا برنامه بذار. اینجا دیگه برمیگرده به این که شما همه چیز رو با هم میخواید، یعنی هم کسی رو میخواید داشته باشید که براتون مهمه ولی او خودش به سلامتیش اهمیت نمیده، هم میخواید این خانواده رو سالم نگه دارید که خب اینجا دیگه باید سنگین و سبک کنید. بله. ببین بذار من یه چیزی رو بگم خیال خیلی رو راحت کنم. از نظر من رویدادهای زندگی اتفاقی نیستن که اگه ما صرفا مراقبت فیزیکی نکنیم برامون اتفاق بیفتن. اگه قرار باشه که من، یعنی انتخاب کرده باشم که در مسیر زندگی با یه ماجرا رو بروشم که تجاربی رو کسب کنم، درسایی رو بگیرم، هر چه قدم مراقبت کنم از طریقی این وضعیت رو تجربه خواهم کرد. حالا داستان اینه که واقعا یه جای ذهنمونم باید جاذب نباشه، یعنی اینکه من هر چقدر که بترسم و بگم جلوشو میگیرم، من نمیذارم، من جلوی این اتفاقو میگیرم، من انقدر مراقبت میکنم، انقدر حواسم هست، انقدر، کسی که انقدر با نگرانی بخواد جلوی واقعی رو بگیره قطعا به نظر من نیاز داره که یه تجربه کسب کنه و ببینه که اونقدرم که فکر میکرد مسئله عجیب نیست. من تعداد زیادی از دانشجوام دچار کرونا شدن و دوران درمان یا بهبود بسیار سختی رو گذروندن، تماس نزدیک داشتم و الان دارم میبینم بعد از گذران این دوران چقدر لطیف شدن، چقدر متوجه شدن که داشته ها در اون زمان هیچ کمکی نکرد، بودن ها
و اون آگاهی بود که بهشون کمک کرد تا خودشون رو حمایت کنن، نوازش کنن، و شاید هیچ پولی نمیتونست در اون شرایط کمکی رو کنه که اون آگاهی تونسته. یه خورده ترس رو باید کنار گذاشت. من فکر میکنم رو روانمون ما کم لطفی کردیم به بعد درونمون. اگه یه خورده بیشتر برسیم بدون ترس ولی قاطعانه، میتونیم نه هم بگیم، میتونیم خیلی کارهای دیگه هم کنیم و یه زندگی قشنگ رو در خونه تجربه کنیم، یه خلوت قشنگ برای رشد، برای دوباره دیدن. ما قربانی پیشرفت شدیم، میدونی؟ اون چیزی که دنیا رو داره تکون میده اینه که آدم ها همش عجله دارن برای جلوتر رفتن، برای به دست آوردن های بیشتر. الان این کووید 19 داره میگه بمون تو خونه، حالا با همون چیزایی که داری ببین میتونی رابطه بگیری، میتونی خوشحال باشی، اگه تونستی باشه، بعد میتونی بیای بیرون. ولی ما با این همه چیزی که داریم رابطه نداریم، بعد انتظار داریم زودتر کار شروع شه، ماشین مورد علاقه‌مون بخریم. نه، من یه سری افرادی رو میشناختم که همیشه، الان یکی دو نفر رو میشناختم که میگفتن که میشه یه روز ما بشینیم خونه، خسته شدم انقدر هر روز رفتم سر کار. یعنی واقعا من دوست دارم بشینم یه 4 تا کتاب بخونم، 4 تا فیلم ببینم. خب حالا اون فرصت پیش اومد برای خیلیاشون، درآمدشون هم همچنان داشتن. حالا بعضیا متاسفانه درآمدشون رو از دست میدن به واسطه این نشستن، که خب اون یه درد دیگه ای هست، ولی با این وجود خوشحال نیستن. اینکه ما بتونیم با داشته هامون ارتباط بگیریم و تو لحظه از اون چه که هست و میگذره به ما تأمل روش داشته باشیم، فکر کنیم و ببینیم چه خوبیایی میتونه همین وضعیت جدید به نظر ناخوشایند باشه، حتما توی اون فرصت میتونیم خیراش هم در بیاریم از توش. یعنی هر چیزی که شر به نظر میاد با اون آرامش هست که توش میتونیم فرصت و خیر رو پیدا کنیم. اگه اون آرامش رو نداشته باشیم طبیعتا خیری هم نمیبینیم، فرصت ها هم از جلوی چش ما رد میشه و میره و ما نمیبینیمش. استاد عزیزم، من دوست دارم لحظه لحظه کلمات شما رو ببلعم و واقعا استفاده کنم. میدونید ارادت من به شما چقدر قلبی و همیشگی هستش و بوده و خواهد بود، ولی خب با توجه به قولی که به شما دادیم الان 45 دقیقمون گذشته و من فکر میکنم که اگه اجازه بدین من کامنت ها رو برای یکی دو دقیقه باز کنم و یه خدافظی با دوستان داشته باشیم و شما هم اگه میخواین جنبندی بفرمایید. خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. سلام و درود بر همه دوستان، امیدوارم که بحث امشب تونسته باشه یک کوچولو شما رو تحریک کنه برای اینکه بیشتر به روان و درون رسیدگی کنید، چون دنیای بیرون انقدر جاذبه داره، انقدر قشنگه که ما خیلی حواسمون پرت میشه. من فکر میکنم که یه خورده احتیاج داریم که به درونمون، به خلوتمون برسیم و دست برداریم از تلاش برای فتح دنیای بیرون. ما انقدر خواستیم به دست بیاریم که کره زمین یه خورده آسیب دیده، یه خورده که چه عرض کنم، بیشتر از یه خورده، و داره فریادش رو میزنه و میگه تو انسان که انقدر عالمی، دانشمندی و ادعا میکنی که قادری همه چیز رو با علم خودت به دست بیاری و کنترل کنی، ببین باید مغلوب من بشی و یک جایی بترسی و بشینی سر جات. این یه نشانه خیلی بزرگه. من فکر میکنم این ماییم که یه چیزی رو معنا میدیم، معنا بدیم به این که آروم بگیریم، خورده بشینیم، کتابای خوب بخونیم، فیلمای خوب ببینیم، بنویسیم و به این آدمه محبت کنیم، به این آدمه و آدمای درجه یکمون. سعی در برنده شدن نداشته باشیم، سعی در تغییر کردن، تغییر دادن خودمون داشته باشیم. خیلی خوشحال شدم از اینکه با هم بودیم، منم همچنین تونستیم بحثی داشته باشیم و امیدوارم بتونیم منشأ اثرات خیر باشیم برای اینکه زمین رو جای زیباتری کنیم. انشالله. خیلی ممنونم استاد از وقتی که به ما دادین امشب، وقت ارزشمند و بسیار گرانبهاتون رو. واقعا خوشحال شدم. انشالله که باز اگه امری هم داشتید منم خدمتی از دستم برمیمد برای فالوورهای شما، پاسخهایی که برای پرسشهای داروییشون داشتن میتونن از طریق پیج ما بذاریم. انشالله شما تشریف بیارید و سوالات رو جواب بدید که فکر میکنم به اونا هم خیلی کمک و این رو هم من توضیح بدم که استاد حاضر نشدن که پرسش ها رو از قبل از این لایف داشته باشن، گفتن فعل بداهه جواب دادن، همیشه واقعی تر و طبیعی تر و زیباتر که واقعا هم دیدیم با
به حال دانشی که ایشون دارن خیلی خیلی بیاناتشون برای من که مورد استفاده بود و مطمئنا برای دوستانی هم که بودن تا پایان لایف استفاده میشه و اونایی هم که بعدا گوش میدن انشالله که استفاده میکنن و لذت میبرن. ممنونم، شب شما بخیر باشه. مرسی، شب شما بخیر، متشکر از همه خدا دوستانی هم نگهدار. که پای صحبت ما نشستن. شبتون بخیر.